صیاد بدخشی، شاعر مشهور بدخشانی درگذشت. فردی که یک زن را از دایکندی اختطاف کرده به سمنگان برده بود، بازداشت شد. جانفشانی روسیه، چین و هند برای جبهه مقاومت و تمام مردم افغانستان. نگرانی از احتمال حمله روسیه به اوکراین. زلنسکی از عواقب تجاوز به خاک کشورش هشدار داد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به که زیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفاً تا آخری ویدیو با ما باشید. خبرگزاری 8 صبح. عبدالملک صیاد، مشهور به صیاد بدخشی، از شاعران و نویسندگان نامدار بدخشان، شب گذشته در شهر فیض آباد مرکز این ولایت درگذشت. محمد آصف بیدار از اعضای خانواده صیاد در گفتگو با روزنامه 8 صبح خبر مرگ وی را تایید کرد. صیاد بخشی از کودکی شعر می سرود و سابقه کار در نهادهای دولتی را نیز داشت. از صیاد بدخشی سه دیوان شعری به جا مانده است که کتاب نوای بینوایان چاپ شده و دو کتاب دیگرش هنوز شکل قلمی دارد. بیشتر اشعار صیاد بدخشی از سوی هنرمندان محلی بدخشان خوانده شده است. گفتنی است که بدخشی در سالهای اخیر بیمار بود و هنگام وفات 90 سال داشت. فردی که یک زن را از دایکندی اختطاف کرده به سمنگان برده بود، بازداشت شد. خبرگزاری 8 صبح. مقامات محلی در ولایت سمنگان از بازداشت فردی خبر می دهند که یک زن را با استفاده از نام شوهرش از دایکندی اختطاف کرده و با خود به سمنگان برده بود. عبدالله اکالیرزای، قماندان کندک دفاعی ولسوالی در رای صوف ولایت سمنگان گفت که این فرد شام جمعه 5 قوس بازداشت شده است. فرد بازداشت شده یوسف نام دارد و باشنده ولسوالی در رای صوف بالای سمنگان می باشد. او در حال از سوی طالبان بازداشت شده است که 3 روز پیش زن به نام بی‌نظیر را با استفاده از نام شوهرش از قریه آزموک ولسوالی شهرستان دایکندی اختطاف و با خود به ولایت سمنگان منتقل کرده بود. طالبان این فرد را پس از 3 روز از ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان بازداشت کردند. بی‌نظیر، زن ربوده شده از سوی این مرد سمنگانی نیست، در بازداشتگاه به سر می برد. انگیزه این رویداد تا هنوز مشخص نشده است. گفتنی است که در یک ماه اخیر تسلط طالبان بر کشور، افزون بر ترورها، میزان جرایم جنایی از جمله قتل و اختطاف اوج گرفته است. جانفشانی روسیه، چین و هند برای جبهه مقاومت و تمام مردم افغانستان. بیانیه مشترک روسیه و چین هند، قاچاق مواد مخدر از افغانستان، امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند. خبرگزاری 8 صبح. وزیران خارجه روسیه، چین و هند در یک نشست مجازی در مورد افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کردند و از آن به عنوان تهدید جدی برای امنیت و ثبات منطقه نام بردند. با گزارش رویترز، وزیران خارجه روسیه، چین و هند روز جمعه 5 قوس پس از برگزاری یک نشست مجازی در یک بیانیه مشترک گفتند گسترش قاچاق مواد مخدر از افغانستان بودجه سازمانهای تروریستی را در منطقه تامین می کند. آنان افزوده است گسترش قاچاق مواد مخدر، غیر قانونی، مواد افیونی و مت آفتامین از افغانستان و فراتر از آن تهدید جدی برای امنیت و ثبات منطقه است و مصارف سازمانهای تروریستی را تامین می کند. اعضای هم در بیانیه مشترک سه کشور با اشاره به وخامت وضعیت انسانی در افغانستان گفته شده است که کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان باید به گونه فوری ارائه شود. در همین حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه، وانگ یی وزیر خارجه چین و اس جی شنکر وزیر خارجه هند در این بیانیه گفتند که طالبان باید به قطعنامه سازمان ملل متحد و نقش این سازمان در افغانستان احترام بگذارند. این اظهارات در حال مطرح شده است که در پی تحولات اخیر و قدرتگیری طالبان در کشور، شمار از کشورها و سازمانهای بین المللی از افزایش قاچاق مواد مخدر، گسترش فعالیت گروههای تروریستی و نیز اوج گرفتن بحران انسانی ناشی از گرسنگی در افغانستان هشدار دادند.
نگرانی از احتمال حمله روسیه به اوکراین. زلنسکی از عواقب تجاوز به خاک کشورش هشدار داد. خبرگزاری اشت صبح. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که روسیه با تحرکات در مرز این کشور سیگنال های بسیار خطرناک میفرستد. او روز جمعه 26 نوامبر هشدار داد که اگر مسکو تصمیم انتقال نیروهایش را به مرز این کشور بگیرد، اوکراین آماده مقابله با روسیه می باشد. زلنسکی گفت امروز این تهدید وجود دارد و فردا جنگ خواهد بود. او از ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش خواسته است که برنامه ریزی برای تهاجم را رد کند و در انظار عمومی بگوید که این کار را انجام نمی دهد. زلنسکی گفته است که کیف توطئه کودتایی که شهروندان روسیه در آن شرکت داشتند را کشف کرده است. با گفته او، اوکراین فایل صوتی در اختیار دارد که در آن روزها درباره نقش آخومتوف در کودتا بحث می‌کردند. این مقام بلندپایه اوکراینی گفته که اوایل دسامبر به هدف غربال در داخل آن کشور برنامه ریزی شده است. او در شرایط بر روسیه هشدار می‌دهد که دولت‌های غربی نسبت به تحرکات نیروهای روسیه در مرز اوکراین ابراز نگرانی کرده است. واشنگتن گفته است که نگرانی واقعی در مورد افزایش نیروهای روسیه وجود دارد. در همین حال، ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو روز جمعه نگرانی‌های غرب در مورد افزایش نیروهای روسی را تکرار کرد. او هشدار داد که اگر روسیه از زور علیه اوکراین استفاده کند، هزینه‌ها و پیامدهای در پی خواهد داشت. کرملین اما هم زمان با نادرست خواندن این ادعاها کیف را به تحریک درگیری چند ساله خود با جدایی طلبان طرفدار روسیه در دو منطقه جدا شده شرقی متهم می کند. همچنان مسکو اتهامات کشورهای غربی را رد کرد و افزود که واشنگتن در صدد افزایش تنش در منطقه است. گفتنی است که روسیه نیز از مانورهای نظامی به رهبری ایالات متحده و دریای سیاه ابراز نگرانی کرده است. تنش‌ها میان روسیه و اوکراین به سال 2014 و درگیری داخلی در دو ساحه دونستک و لوهانسک واقع در منطقه دونباس برمی‌گردد. این تنش‌ها پس از الحاق شبه جزیره کریمیه با روسیه شکل گرفت و سبب به هم خوردن روابط دو کشور شد. مذاکرات 10 میلیارد دلاری کلید حل بحران اقتصادی افغانستان در واشنگتن است. خبرگزاری افاق. هیئت عالی رتبه امارت اسلامی به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان برای مذاکرات دو هفته‌ای با هیئت‌های آمریکایی راهی قطر شده است. بحث در مورد پول‌های منجمد شده افغانستان یکی از محورهای این گفتگو عنوان شده است. جزئیات این خبر در ویدئوی دیگر. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدئوی بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب نمایید. روزتان خوش.